سیما هاشمیفر، مربی و سخنران ذهن آگاهی. وقتی من خشمگین میشم میخوام یه جوری شرایط موجود رو کنترل بکنم، به خاطر اینکه شرایط موجود اون طوری نیست که من دلم میخواد باشه. یعنی من یه فرم تناقض دارم با اون چیزی که هست. احساس میکنم که دستم از همه جا کوتاهه و وقتی که این حس بیکمکی رو میکنم به یه فرمی اجیتیتد میشم، خشمگین میشم و اون حالتها رو نشون میدم که این چیزی که هست درست نیست و باید عوض بشه. خشم طبیعی ترین و واقعی ترین حس انسانیه. خشم یه چیزی نیستش که بخوای بگی نباید باشه. خشم وجودش لازمه. منتها حالا با انرژی خشم چه کار میکنی خیلی مهمه. شما وقتی که یه نفر مثلا فرض کن تجاوز بکنه بهت، نمیتونی خشمگین نباشی، نمیتونی جلوی خشم رو بگیری. ولی اینی که با این انرژی بیکرانی که وجود داره به اسم خشم چه کاری انجام میدی، اون مسئله است. خشمی که داری نسبت به چیزی اتفاقی هستش که به ناحق افتاده، احساس میکنی که دارن قضاوتت میکنن، احساس میکنی که ناحقی اینجا انجام شده، بی‌عدالتی انجام شده. به هر صورت با اون شرایط موجود گرفتاری داری، اون باعث میشه که برافروخته میشی و شروع میکنی به اون حس، حالا به قول خود دایلاگ که آدم با خودش داره، صحبتی که آدم با خودش میکنه، تو سر دعوا میکنی، همه اینا هست. قبول اینه که خشم یک حس طبیعی تو وجودمون یه کار رادیکالیه، اینکه نباید نسبت بهش خشمگین شد که چرا خشم دارم، چون اون میشه دیگه شمشیر دولایه. هم اون حسه وجود داره، هم حس سرزنش مربوط به اون حسه وجود داره. یعنی من از دو طرف دارم به خودم خنجر میزنم، هم دستخوش یه حسم، هم از این که این حسو دارم ناراحتم که منی که این همه مدت دارم رو خودم کار میکنم، من که دارم مراقبه میکنم، مدیتیت میکنم، من چرا باید خشمگین بشم؟ همینجا ما جلوی قضیه رو میگیریم، میگیم حق داری که خشمگین باشی. خشم رو نگاه کن، به صورتش نگاه کن، ببین از کجا داره نشأت میگیره، از کجا داره این ریشه هاش چی هستش، از کجا داره میاد بالا تو وجودت. قبولش بکن به عنوان چیزی که هست، قبولش بکن به عنوان یکی از اساسی ترین حسای انسانی که وجود داره. باید وجود داشته باشه، اگه وجود نداشته باشه غیر طبیعیه. یعنی من اینو هی دارم روش تاکید میکنم که خشم رو پس نزنیم، نسبت به خشم خشمگین نشیم، نگیم که یه ویژگی هستش که منکوبه، ببینه که از کجا داره میاد، قبولش بکنه و بعد از اون انرژی مازادی که داره، چون خشم انرژی بسیار بسیار زیادی داره، میتونه تخریب بکنه، میتونه آدم رو به خیلی خیلی راههایی بکشونه که بعدش موجب پشیمونی بشه و لطمه بزنه به اطرافیان. جوری که میتونی با خشم برخورد بکنی این هستش که اعتقاد داشته باشی به انرژی لایزالش و اون انرژی رو تبدیل بکنی به یه چیز دیگه، به یه نوع دیگه، از حالت تخریب بیاری تبدیلش بکنی به یه انرژی که سازنده است، به یه نوع نگاه دقیق‌تر، لایه لایه بتراشی که این از کجا داره میاد، آیا از انتظاراتی که من دارم نسبت به شرایط میاد. بعد وقت یه مقدار زیادی با خودت بیشتر نزدیک میشی. من از این آدم خیلی خشم میگیرم به خاطر اینکه از من زیاد انتظار داره. خب آیا
از خودت خشمگینی که انتظار برآورده نمی کنی یا نه، اون انتظارات وارد هستن یا نه. چون وقتی که هی میشکافی جلوتر و جلوتر و جلوتر، این پیاز و لایه لایه پوستشو میکنی، میرسی به اون کور، میرسی به اون هسته اصلی و یه جایی ممکنه متوجه بشی که کم گذاشتی توی رابطه، کم گذاشتی. و وقتی بهت انتقاد میشه یا وقتی که اون اشاره بهش میشه، خیلی راحت میری پشت خشم قایم میشی. خشم رو به عنوان یه چیزی که بخوای طرف رو بترسونی، اینتیمیدیتش بکنی، یا اینکه کنترل اوضاع رو دست خودت بگیری، صدا رو بلند بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه یه جایی یه کاری رو که باید بکنی نکردی، زمینه رو شلوغ میکنی. یه موقع هم هستش که اصلا انتظاری که ازت هست کاملا نابجاست، کاملا غیر عادلانه است. خب میتونی توی اون شرایط این انرژی مازاد خیلی 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 زیادی که تو وجودت ایجاد شده در اثر خشم رو تبدیل به این بکنی که حس چرایی، چون و چرایی رو بیاری تو خودت، خیلی قوی بکنی که این آدم چرا اینطوری داره عکس العمل نسبت به من نشون میده. من برم یه مقداری ارتباط برقرار کنم با وجود اون آدم، زمینه که ازش اومده، جوری که بزرگ شده، اتفاقایی که تو زندگی براش افتاده، لطمهایی که تو زندگی خورده. اون وقتی که این مسئله نمیشه من و اون، تو هم یه علاقه پیدا میکنی که بری ببینی که چه اتفاقی توی پهنه وجودی اون داره میفته. یعنی همون حس همدردی، همون حسی که ببینم ریشه این چیه. مسئله دیگه شخصی نیست. وقتی که من میگم که اون حس شاید، گمون کنم، ممکنه، این چیزایی که دارم مطرح میکنم احتمالاتن. ممکنه این آدم کودکی خیلی ناکامی داشته، ممکنه این آدم از دست دادنهای خیلی خیلی زیاد وحشتناکی تو زندگیش پیش اومده. این امکانات هست. اینی که وقت ندارم میگی که شاید فرصتش نباشه یا وقتش نباشه، باز برمیگردیم به اون لزوم اون مکسه. وقتی که اون مکس آدم انجام میده توی رابطه هایی که داره، اون آبستن حوادثه، احتمالات مختلفه. اون مکسی که داری میکنی، یعنی فرصت میدی به خودت و به خود اون طرف. تو مثلا فرض کن وقتی داری با یه نفر صحبت میکنی، وقتی یه مکس طولانی میکنی، هر دو آدم بیشتر متوجه شرایطی که داره اتفاق میفته تو اون صحنه میشن، تا اینکه تون 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 یه سری کلمات بیاد فضا رو پر بکنه. حالا میتونه فحاشی باشه، میتونه توهین باشه، میتونه به هر فرم باشه، یا میتونه کلام عاشقانه باشه، فرق نمیکنه. ولی اگر که اون تومنینه نباشه، زیاد سنجیده نیست، زیاد چیزی نیستش که با بهترین نسخه وجودی من یا تو بتونه تطابق داشته باشه. و همین اون وقت نداشتن رو یه مقداری باید بهش بیشتر فکر بکنیم. چرا وقت نیست؟ چرا وقت نیست؟ من میتونم یه مقدار تمنینه بکنم و بگم که این آدم این حرکت رو داره میکنه از یه جای خیلی فقیری میاد، مهر بهش زیاد داده نشده، دنبال امنیت میگرده، امنیت رو با صدای خودشو بلند کردن میخواد برقرار بکنه، کنترل نیاز داره بکنه، کنترل رو با اینه که آدم ها رو بترسونه میخواد انجام بده، شرایط رو میخواد آشوب زده بکنه که بتونه تسلی داشته باشه. اینا همه ترفندهایی است که همه ماها آدم ها به کار میبریم تا اینکه بتونیم شرایط رو به شکلی بکنیم که خودمون میخوایم، که یه حس امنیت کاذب بهمون بده.
و خب تو گیرنده و من دهنده، دهنده اون حس، هر دومون اگه توی یه فضای یه مقداری آرومی باشیم، خب شانس اینه که به خود آیندهمون یا بهترین نسخه خودمون دسترسی پیدا بکنیم خیلی بهتر بیشتر میشه. از یه پیانیست خیلی معروف پرسیدن که تو با این نوتا چجوری برخورد میکنی که انقدر زیبا و نرم مینوازی پیانو رو؟ گفته بود نوتا رو که خب هر کسی میتونه باشون کار کنه، اما اون سکوت بین نوتا، تمام رمز و راز تو اون سکوت بین نوتاست.